سلام دوستان، خب تو اینجا میخواییم در خصوص دوره تجزیه تحلیل رگرسیون با هم صحبت بکنیم و بگیم تو این دوره چه چیزایی رو با هم دیگه کار میکنیم. این رگرسیون در واقع یک سری روش های آماری هستش که ما رابطه بین یک متغیر رو با یک یا چند متغیر دیگه بررسی میکنیم و از طریق این میخواییم رابطه به یک معادلهی برسیم که از طریق اون متغیرهای مستقل بتونیم متغیر نهاییمون رو در واقع برآورد کنیم. خب ما قبلش میدونیم که این متغیرها با هم رابطه دارن و این رو ما توی آنالیز واریانس بررسی کردیم و فهمیدیم که چطور میتونیم ببینیم که یک متغیر با یک متغیر دیگه رابطه داره. حالا تو رگرسیون میخواییم ببینیم که این رابطه به چه شکله. خب اولین چیزی که با هم دیگه صحبت میکنیم بعد از اینکه مفاهیم و کاربردهای در واقع رگرسیون رو با هم صحبت کردیم، مدل ساده خطی هستش توی رگرسیون. تی ساده ترین حالت رگرسیون هست که یک متغیر رو با متغیر دیگه‌ای بررسی میکنه و یک معادل خط تهیه میکنه. ولی همین مدل ساده خطی خیلی کاربردهای زیادی داره و ما تو عمل چون استفاده ازش ساده هستش و اینکه خیلی وقتا فقط یک متغیر رو با یک متغیر دیگه میخوایم بررسی بکنیم، همین مدل ساده خطی بسیار کاربردی هستش و خیلی از نیازهای ما رو شاید برآورده بکنه. خب ما اول این مدل ساده خطی رو صحبت میکنیم، یه مثالی رو که چطور میتونیم اون رو دستی حل بکنیم ارائه میدیم و بعد میایم اون رو توی اکسل هم اجرا میکنیم. بعد از اون در واقع آنالیز بیشتر این مدل ساده خطی هستش که میایم میگیم برآورد فاصله چجوری، آزمون‌های فرضی که در اون رابطه وجود داره، ضریب همبستگی چی هستش و اینا رو با هم دیگه صحبت میکنیم و بعد حالا وارد دوباره اکسل میشیم. همین مثالی که توی معادله خط اول داشتیم که توی اکسل کار کردیم مورد تجزیه و تحلیل قرار میدیم که این قسمت یه ویدیو طولانی نسبتاً داره و بعد از همین مثال توی SPSS استفاده میکنیم و SPSS چون یک نرم افزار آماری خیلی خوب هستش به ما تحلیل ها رو خیلی ساده تر و سریع تر میده و میتونیم نتیجه گیری بیشتری بکنیم. بعد از اینکه مدل ساده خطی رو کامل مورد بررسی قرار دادیم وارد موارد غیر خطی میشیم و بعد از اون وارد رگرسیون چند جمله‌ای میشیم. رگرسیون چند جمله‌ای که در واقع نشون میده یک متغیر با چند متغیر دیگه میتونه رابطه داشته باشه، یکی از مهمترین مباحث رگرسیون هستش که پیشرفت‌ها و مباحث جدیدتر تو رگرسیون تو این زمینه است بیشتر. و حالا ما فقط این دوره رو تا حد لیسانس تا جایی که توی کارشناسی تدریس میکنن توی رگرسیون چند جمله بردیم جلو و سعی کردیم در آخر هم یه دونه اکسل به خیلی مثلا حدود 45 دقیقه این ویدیو هستش که میایم قیمت سهام یه شرکت رو از طریق تجزیه تحلیل رگرسیون چند متغیره بررسی میکنیم و میبینیم که تو عمل با چه چالش هایی مواجه میشیم و چطور میتونیم این تحلیل رو انجام بدیم و بعد این موضوع رو توی SPSS به صورت خلاصه تر میبریم جلو. خب این میشه در واقع سرفصل‌های دوره تجزیه تحلیل و رگرسیون که توی عمل و توی بازار کار وقتی که میخواین داده ها رو تجزیه تحلیل بکنین یکی از مباحث بسیار کاربردی هستش و بسیار میتونه بهتون کمک کنه. ممنون از توجهی که داشتین. امیدوارم دوره خیلی خوبی باشه براتون. خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.